اگر شما توی اینترنت سرچ بکنید دو جور قیمت متفاوت برای آیفون وجود داره. یک آیفون آنلاک فکتوری هست که قیمتش حدود 700 تا 1000 دلاره و یه آیفون لاک و قراردادی یا آیفون کانترکت بیس که قیمتش 100 تا 200 دلار هست. اما این تفاوت چی هست و اصلا از کجا میاد؟ قیمت واقعی آیفون همون 700 تا 1000 دلار هستش و در واقع اون آیفون آنلاک فکتوری که شما میبینید قیمت واقعی اون رو داره. تفاوتی که با آیفون لاک داره اینه که شما توی آیفون آنلاک که گرونتره هر سیم کارتی که بندازید کار میکنه، فرقی براش نمیکنه که ایرانسل باشه، همراه اول باشه، ودافون باشه یا AT&T، و طبیعتاً هیچ محدودیتی هم نداره توی این قضیه. اما آیکون لاک یا آیفون قفل شده چیه؟ یه شرکت مخابراتی مثل AT&T به شما این گوشی رو ارائه میکنه با سوبسید. در ازای اون شما باش قرارداد میبندید که 24 ماه 12 ماه حالا اون عددی که قراردادتون هست حتما از این سیم کارت استفاده بکنید. چون داره به شما 500 دلار سوبسید میده و داره یه بخش زیادی از هزینه گوشی شما رو پرداخت میکنه، گوشی رو قفل میکنه به سیم کارت خودش به دلیل اینکه شما گوشی ارزون از اون شرکت خریداری نکنید، بعداً سیم کارت رو در بیارید از یه سیم کارت دیگه استفاده بکنید. اون قراردادی که دارید تو اون مدتی که دارید حتما از این سیم کارت و از خدمات اون استفاده بکنید. این تفاوتیه که بین گوشی‌های آنلاک که گرون‌تره و گوشی‌های لاک که ارزون‌تره وجود داره.